به نام خدا، سلام. رسیدیم به درس سوم در مجموعه مرور و تست کنکور کارشناسی ارشد پایگاه داده ها، مبحث نمودار ER. نمودار Entity Relationship سه مفهوم اساسی رو توش باید بهش توجه کنیم. یکی موجودیت، یکی صفت، یکی ارتباطه. موجودیت ها میتونن قوی باشن، میتونن ضعیف باشن. موجودیتی که مستقل از موجودیت های دیگه است قویه، مثل درس در محیط دانشگاه، و موجودیتی که وابسته به موجودیت دیگه است ضعیفه، مثلا عضو یک خانواده، موجودیت عضو خانواده برای کارمند توی یک مثلا پایگاه داده هایی که مشخصات کارمند و اینا رو ذخیره میکنیم، مثلا فرزند یک کارمند موجودیت ضعیفیه، چون اگه خود اون کارمند نباشه فرزندش هم معنی نداره که باشه تو سیستم. یا مثلا یک استادی که کتابی تألیف کرده، اگر اون استاد از اون دانشگاه در واقع عذرش رو بخوان، اون اثر منتشرش هم نیازی نیست که ما داشته باشیم در رابطه با اون اطلاعات. صفت ها رو میتونیم طبقه بندی های مختلفی کنیم. میتونیم بگیم صفت میتونه ساده و مرکب باشه. صفت ساده مقدارش از نظر معنایی اتمیکه و صفت مرکب یعنی از چند صفت ساده تشکیل شده. مثلا آدرس مثلا میتونه صفت مرکب در نظر گرفته بشه که تشکیل شده از مثلا خیابون فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. صفت میتونه تقسیم بندی داشته باشه به این قسم که بگیم تک مقداری میتونه باشه و چند مقداری. صفت تک مقداری به ازای یک نام صفت حد اکثر یک مقدار برای یک نمونه از موجودیت داریم. تک مقداریه. مثلا شماره دانشجویی صفت تک مقداریه. چون مثلا دانشجو شماره دانشجوییش یه دونه است. دوتا نیست. میتونه صفت چند مقداری باشه. اگه بشه به ازای نام صفت چند مقدار رو برای یک نمونه از موجودیت داشته باشیم میشه چند مقداری. مثلا استاد مدرک دانشگاهیش یه صفت چند مقداریه، چون مثلا مدرکی که برای استاد شما میخواین ذخیره بکنین، مدرک لیسانسش، فوق لیسانسش، دکتراش، میشه سه موضوع مختلف. مثلا خود شخص من لیسانسم کامپیوتر نرم افزار، فوق لیسانسم کامپیوتر نرم افزار، دکترا مثلا بیوانفورماتیکه. سه تا داده مختلف، سه مقدار مختلف و برای صفت مدرک من شما باید ذخیره کنین. صفت میتونیم طبقه بندی کنیم بر اساس صفت ذخیره شده یا صفت مشتق. صفت ذخیره شده مقادیرش تو پایگاه داده ذخیره شده، اما مشتق مقادیرش تو پایگاه داده نی. محاسبه باید رو داده هایی که ذخیره شده انجام بشه تا این صفت مشخص شه. مثلا معدل یه دانشجو یه صفت مشتقه، با فرض اینکه معدلش رو ذخیره نکردیم. مثلا دانشجو تو این ترم 4 تا درس داره، جمع نمراتش رو پیدا میکنیم، در ضریباش در واقع ضرب کردیم و جمع کردیم و معدلش رو خلاصه میگیریم با توجه به نمره‌هایی که داریم. این معدله رو با توجه به مقادیری که تو پایگاه پیدا میکنیم. خود معدله تو پایگاه ذخیره نشده. نوع ارتباط هم یکی از عناصری بود که تو نمودار ER داشتیم. نوع ارتباط یا میتونیم بگیم تعامل یا اینتراکشن بین دو یا بیش از دو نوع موجودیته، یا بین یک نوع موجودیت با خودشه که داره یک معنای مشخصه با یه نام بیان میشه. نوع ارتباط خودش حالت خاصی از نوع موجودیت. مثلا دو ارتباط حذف و انتخاب بین موجودیت دانشجو درس وجود داره. ما دو تا موجودیت داریم، یکیش اسمش دانشجو، یکیش درس. دانشجو درس رو میتونه حذف کنه. یک ارتباطی که بین دانشجو درس هست ارتباطی است به اسم حذف. یه دانشجو درس رو میتونه انتخاب کنه، یعنی ارتباطی که بین دانشجو درس هست انتخابه، ارتباطی به اسم انتخاب. نمودار ER دارای در واقع نمادهای مختلفیه. نمادهایی که داریم موجودیت ها رو با مستطیل نشون میدیم، ارتباط رو با لوزی و صفت رو با بیزی. این سه تا شکل مهمترین شکل های ما، نمادهای ما هستش، مستطیل، لوزی و بیزی. اما نمادهای دیگه‌ای داریم. موجودیت اگه ضعیف بشه دو تا مستطیل تو در تو می‌ذاریم. ارتباط با موجودیت ضعیف دو تا لوزی تو در تو. پس هر وقت اینا دو تا اینا تو در تو شدن، مستطیله یا ارتباطه، بحث موجودیت ضعیف پیش میاد. اما اگه این دو تا بیزی توش تو هم بشه یه معنی دیگه میده، ربطی به ضعیف بودن نداره.
اینجا داریمش. وقتی دو تا بیزی تو در تو داشته باشیم، یعنی این صفت چند مقداریه، مثل همون صفت مدرک دانشگاهی که گفتیم برای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا میتونه مقدار مختلف داشته باشه. پس وقتی دو تا بیزی تو در تو دیدی، بده مدرک دانشگاهی بیا. بعد اگر یه بیزی دیدی که بهش چند تا اینطوری وصله، یعنی صفت مرکبه، مثلا آدرس، آدرس شامل خیابون و کوچه و پلاکه، به این صورت تو ذهنت باشه. و اگر نقطه چین بود بیزیه، این صفت صفت مشتقه، مثل معدل. معدل هر وقت تو ذهنت اومد یاد بیزی نقطه چین بیافت. نقطه چینه یعنی واقعا تو دیتابیس ما وجود نداره، تو جدول ما وجود نداره و باید از داده‌هایی که هست اینو بکشیم بیرون. مشارکت به معنی اینه که یک موجودیتی ارتباط داره با یه موجودیت دیگه، این یعنی مشارکت. یه خطیه، اگر دو خطی باشه یعنی که این موجودیته باید مشارکت الزامی داشته باشه. وقتی دو خط بین مستطیل و لوزی میکشی یعنی مشارکت الزامیه. الان یک نمودار ER اینجا داریم میبینیم. سه موجودیت مریض و پزشک و بیمارستان داریم. سه تا شما دارین مستطیل میبینین و سه رابطه دارین میبینین، معالجه و بستری و استخدام. بخواین اینو بخونین میگین که مریض معالجه میشه توسط پزشک. اینطوری هم میتونی بخونی، پزشک معالجه میکنه مریض، یا مریض بستری شده تو بیمارستان، یا بیمارستان بستری کرده یه سری مریض رو. پزشک استخدام شده تو بیمارستان، یا بیمارستان استخدام کرده چند تا پزشک. اینجا هم یه شکل دیگه اومده، موجودیتی که ما داریم یه دونه است به اسم مشتری، کاستومر، و صفتهایی داره. مثلا صفتی داره به اسم شماره مشتری که این کلید اصلی زیرش خط کشیدیم، نامش، فامیلیش و مسائل دیگه که میبینیم. مثلا برای این آدرس خودش از چند قسمت ترکیب شده، یعنی یه صفت مرکبه. آدرس تشکیل شده خیابون و شهر و استیت و زیپ کد و اینا. یا مثلا ما اینجا داریم نامبر رنتال برای مشتری، که این صفت چون نقطه چین گذاشته شده یعنی این صفت صفت چیه؟ مشتق شده است، درایو. یا وقتی دوتا لوزی تو در تو میذاریم یاد صفت مرکب مولتی ولیو میافتیم. این هم یک مثالیه که یک ما موجودیتی داریم با انواع صفتهایی که میتونیم داشته باشیم. اینجا هم باز رابطه بین دانشجو و درس رو داره نشون میده، که انتخاب بینشون، رابطه‌ای که بین دانشجو و درس انتخابه، یعنی دانشجو انتخاب میکنه درس رو، یا اینطوری هم میتونیم بخونیم درس انتخاب میشه توسط دانشجو. دانشجو یه سری مشخصات داره مثل شماره دانشجویی که کلیده. درس هم یه سری مشخصات داره مثل شماره درس که کلیده. میتونیم مشخصات دیگه هم اضافه کنیم، صفت های دیگه. خود اینجا انتخاب هم که رابطه بین این دوتاست یک سری صفت ها داره. مثلا دانشجو انتخاب میکنه درس رو در چه ترمی، در چه سالی، با چه نمره ای. یعنی خود انتخاب هم میتونه چی صفت هایی داشته باشه. پس ارتباط بین دو موجودیت میتونه صفت داشته باشه. مشارکت الزامی هم که گفتیم با دو خط نشون میدیم، دانشجو انتخاب میکنه درس رو، یا درس انتخاب میشه توسط دانشجو. الزام کردیم یعنی گفتیم تو این دانشگاه باید این موضوع رعایت بشه، اجباری الزامیه که دانشجوها باید درس بگیرن، درس هم باید انتخاب شن. حالا اگه این کلمه انتخاب حذف بود خیلی معنی نداشت. شما بگیم آقا دانشجو باید حتما درس رو حذف کنه، یا درس حتما باید توسط دانشجو حذف شه، ما این الزام نمیتونیم باشه، این اجبار رو نمیتونیم توی دانشگاه بکنیم که شما حتما باید درس حذف کنین. اما برای انتخاب باید بالاخره دانشجو اومده درس باید بگیره دیگه، الزامیه. تناظرامون هم میتونه یک به یک، یک به ان، ان به ام باشه. مثلا رابطه بین هاسبند و وایف یک رابطه یک به یک، انشاءالله مثلا زن و مرد با هم یه رابطه ای دارن که مثلا یک مرد سه تا زن نداره. این یه رابطه ای که ما گذاشتیم تو سیستممون. یا اینجا رابطه تیم فوتبال با فوتبالیست، گفتیم که رابطه یک به چنده. حالا یک به چند و اینطوری چندش اینجوری نشون میدیم، یعنی چند تاییه. اینا اگه بخوایم بخونیم از این ور که به این ور میخونیم، میگیم یک تیم فوتبال، اینجا یک داره اینجا ان، شامل ان تا فوتبالیسته. پس از این ور چون اینجا یک بود اینجا چند، از این ور با یکه میخونیم. از این ورم دوباره
وقتی که یک به ان بود به جای ان اگه یک بدیم، یعنی یک فوتبالیست تیم در یه تیمی داره بازی میکنه، یا ان تا فوتبالیست در یه تیمی دارن بازی میکنن و بین دانشجو و سابجکت میتونه رابطه یه چند به چند برقرار باشه که رابطه چند به چند وجود داره. یه رابطه معروف هم اینجا بین مادر و فرزند ما آوردم، این باز رابطه یک به چنده، میتونیم اینطوری هم نشون بدیم. حالا تو این نمودارهای ER پیشرفته تر اینطوری نشون میدن، این معنی یک به چنده. یه مادر چند تا فرزند داره، اما یه فرزند در واقع هر بچه یه مادر داره. یعنی وقتی از این سمت به این سمت میخونی به جای این انه یک میدی، میگی یه دونه بچه دارای یک مادره. اینور میخونی خب یه مادر داره چند فرزنده. از سمتی که ان داره یا ام داره، کلن چند داره، باید وقتی که به جای اون یک میذاری معنی داشته باشه. رابطه بین کارمند و دپارتمان یک رابطه یک به یکه توی این تعریف. یعنی میگه کارمنده مدیریت میکنه یک دپارتمانو، یا هر دپارتمان مدیریت میشه توسط یک کارمند. یا رابطه اگه کار کردن باشه بین کارمند و پروژه، رابطه چند به چنده. مثلا اینو اگه بخوای بخونی از این سمت به این سمت میخوای بخونی، اینو یک میذاری، میگی یه دونه کارمند کار میکنه برای انتا پروژه، میبینی معنیش درسته. از این ور میخوای بخونی به جای این یک میذاری، میگی یه پروژه براش کار میکنن انتا یا امتا کارمند، میبینی اینم منطقش درسته. پس اگه بخوای منطقو ببینی درست هست یا نه، از هر سمت که میخونی به جای اون ان یا ام یک بعد بذار. یا رابطه بین درس با خودش میتونه رابطه پیش نیازی باشه، که درس میتونه پیش نیاز یک درس دیگه باشه. مثلا ساختمان داده پیش نیاز درس پایگاه داده هاست، یا مثلا پیش نیاز درس طراحی الگوریتمه. بعد ما تو نمودارهای ER پیشرفته از این نمادها هم میتونیم استفاده بکنیم. کاردینال نوتیشن ها میتونه اینطوری باشه، این معنیاش هم جلوش نوشته، یک رابطه one and only one، و جلوش هر کدومی نوشته یک یا بیشتره، صفر یا بیشتره، صفر یا یکه. این دایره ها رو میتونی به عنوان صفر بخونی، این چند تایی هم یعنی بیشتر، یه صفر یا بیشتر، صفر یا یک، یک یا بیشتر، یک و فقط یک. یعنی از این ور که میخونی میتونی به راحتی ارتباط رو برقرار کنی. اینجا هم براش مثال آوردم. خب گفتیم که اینجا اگه یه دایره بذاریم به یه خط، از این ور که داریم میخونیم میگیم هر نمونه ای از موجودیت آ وابسته است به حداقل صفر و حد اکثر یک نمونه از بی. یعنی حداقل حد اکثر بگیم صفر و یک. یه نمونه از آ وابسته است به حداقل صفر نمونه از بی و حد اکثر یک نمونه از بی. اینطوری بخوایم بخونیم، از این سمت بی میخونیم میگیم هر نمونه از بی وابسته است به حداقل یک و حد اکثر یک نمونه از آ. دفتش یک حداقل حد اکثر. اینجا هر نمونه از آ وابسته به حداقل یک و حد اکثر چند نمونه از بی، و اینم میگه که هر نمونه از بی وابسته است به حداقل صفر و حد اکثر چند نمونه از آ. نمایش رابطه ستایی به کمک رابطه های دوتایی. بعضی وقتا یه رابطه ستایی شما دارین بین موجودیت A و B و C، بین اینا یه رابطه وجود داره و میخوای این رابطه ها رو با رابطه های دوتایی نشون بدی. به این صورت شما باید یک موجودیتی مثل ای رو تعریف بکنی. اینجا توضیحاتش نوشته شده و من حالا دارم اون رو توضیح میدم. یک موجودیتی به اسم ای تعریف میکنید. وقتی این موجودیت رو تعریف کردید، سه تا رابطه جدید به اسم RA، RB و RC تعریف میکنید. یعنی یک موجودیتی مثل ای که میاد، اون موجودیته و هر کدوم از این موجودیت ها یه رابطه برقرار میکنه. حالا برای که اسمش با معنی باشه، اسمش RA و RB و RC هستش. بعد حالا میگیم که هر صفتی که تو رابطه R هستش، چون رابطه ها میتونن صفت داشته باشن، به این موجودیت E اضافه میکنیم. هر ارتباط، هر رابطه‌ای که داریم توی R، مثل AI و BI و CI، خب چون مثلا ما
از این ستا مثلا کلیداشو داشته باشیم، آی و بی آی سی آی اینجا داشته باشیم، میایم چیکار میکنیم؟ در مجموعه ای میایم یه دونه موجودیتی به اسم ای آی در این مجموعه اضافه میکنیم، بعد ای آی و آ آی رو به این رابطه اضافه میکنیم، ای آی و بی آی رو به این اضافه میکنیم، ای آی و سی آی هم به این اضافه میکنیم. پس رابطه ستایی بین سه موجود داشتیم تبدیل شد به رابطه های دوتایی بین اینا، یعنی بین بی و ای یه رابطه دوتایی، بین ای و سی یه رابطه دوتایی، بین ای و او هم یه رابطه دوتایی، و ما میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی یه رابطه ای که دو دویی نیست و تبدیل کردیم به رابطه چی؟ دو دویی، با ایجاد یک artificial entity set، یعنی در واقع همین ای که ما اینجا اضافه کردیم برای همینه. البته اینجا من شکلی آوردم، میگم که اگر مثلا دکتر باشه و مریض و دارو و یه رابطه بین دکتر و مریض و دارو اسم مثلا پرسکریپت باشه، من نمیتونم بیام بگم که اینو میتونم اینطوری بنویسم، یعنی همین رابطه اینجا الان این همین رابطه هست، همین رابطه ها رو به این شکل نشون بدم، این دوتا با هم معادل نیستن، میتونی در موردش فکر کنی، جدول اینو بکشی و جدول اینو که کشیدی ببینی که نمیتونی این استنباط رو ازش داشته باشی، یعنی برای که یه رابطه ای داشته باشی بین سه تا موجودیت، اینو تبدیل کنی به رابطه های دودایی، بعد یه موجودیتی اضافه کنی و اینجا یه موجودیت اضافه نشده و این دوتا با هم معادل نیستن. تستی که کنکور اومده ارشد آیتی دولتی 828 میگه فرض کنید که رابطه ستایی یه زیر بین موجودیت های A و B C موجوده، وجود داره، یعنی رابطه ای به اسم R داریم بین سه تا موجودیت A و B و C. حال اگر بخوایم این رابطه ستایی رو با رابطه های دو دوی نشون بدیم، کدوم از نمودارهای موجودیت رابطه ERD اینتیش، یعنی نمودار دیاگرام Entity Relationship دیاگرام زیر دقیقا معادل با این رابطه ستاییه؟ ما باید یه موجودیت اضافه کنیم. در تمام گزینه‌ها این موجودیت رو اضافه کرده و این موجودیتی به اسم ای اضافه شده با اون موجودیت ها رابطه هایی مثل ای و بی و سی داره در همین شکل ها. شکل داشتم یه مقدار واضح نبوده تو کنکور. حالا کلید طراح گزینه 3 بوده. منظورش اینه که در واقع هدفش اینه که شما وقتی یه موجودیتی اضافه میکنی و با هر کدوم از اون موجودیت های دیگه هم رابطه برقرار میکنی، اولا باید این مشارکت الزامی باشه، میبینی که بین اینا ارتباط دو خطیه و همچنین باید این ارتباط یک به چند باشه، یعنی الان فلش داره به سمت A و C و B، اینجا میبینی این دوتا فلش ها رو نذاشته، اینجا هم نذاشته، اینجا هم نذاشته، اینجا کلن این فلشه اصلا هیچ کدومش فلش نداره، یعنی اگه بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم باید این فلش ها هم بذاریم، در واقع گزینه 3 جوابه. و اینجا حالا بیشتر توضیح دادیم، میگیم که اگر بخوایم رابطه ستایی بین موجودیت ها رو با دوتایی نشون بدیم، بعد یه موجودیتی مثل ای اضافه بکنیم، برای که رابطه حفظ بشه موجودیتی باید با موجودیت های قبلی ارتباط کامل و اجباری داشته باشه، یعنی این ستا اگه نگاه کنی دو خطیه، و موجودیت های A, B, C با موجودیت ای باید ارتباط یک به چند داشته باشن، بخاطر این الان این فلش ها رو نگاه بکنی باید در واقع در نظر گرفته بشه که نکته این تست بوده که باید در این گزینه 3 این موضوع رعایت شده. ما یه مفهومی هم داریم حالا تو نمودار ایار پیشرفته تر به اسم ارسبری یا ایز آ. شما الان موجودی به اسم پرسن دارین، شخص دارین که میتونه دانشجو یا معلم باشه، یعنی یک شخص خب میتونه دانشجو باشه، میتونه معلم باشه، و اینجا شخص برای خودش یک شماره مثلا پرسونلی داره، نام داره و خیلی از صفتهای دیگه، که اینجا وقتی میگیم استیودن یا تیچر، این صفتهایی که اینجا هست این داره، به اضافه برای این که صفتهای ویژه خودش هم این استیودن داره، مثلا مثل جی پی ای مثلا، یا معلم برای خودش علاوه بر این که شماره داره و نام داره، صفتی دیگه به اسم حقوق داره. پس وقتی که با ایز آ عمل ارثبری رو نشون میدیم، یه مثلث میکشیم می‌نویسیم ایز آ و میگیم این دوتا از این ارث بردن، اون موقع همه صفتهای این پدره توی این بچه‌ها هم هستن و اینا برای خودشون صفتهای جدیدتری هم دارن. اینجا
میگیم یک موجودی به اسم کارمند داریم و کارمند میتونه سکرتر، منشی باشه، تکنسین باشه، مهندس باشه. این کارمند برای خودش این همه صفت داره و وقتی که اینجا میگیم ایز آ، حالا به جایی که ایز آ بنویسیم میتونیم اینطوری هم بنویسیم، حالا کمتر رسم معمولا مینویسن ایز آ، و به این صورت میتونیم نشون بدیم که عمل اسپری انجام شده و این منشیه علاوه بر که این صفت ها رو داره، برای خودش سرعت تایپ هم مثلا یک ویژگی که برای یه منشی باید در نظر بگیریم، برای تکنسین یک ویژگی باید در نظر میگیریم به اسم تیگرید، برای مهندس مثلا نوع مهندسیش چیه مثلا، اینا صفت هایی که اضافه بر این صفت ها برای هر کدوم مد نظره. حسن اسپری اینه که دیگه این صفت ها رو ما نمی نویسیم و فقط میگیم که این کلاس از این کلاس ارس برده، که شیگرهای یک بلد باشه این مفاهیم واضحه. یا اینجا ما الان داریم میگیم که موجودیتی به اسم فیلم داریم که مثلا اسم فیلمه چیه، سالش چیه و از این مثلا مشخصات و صفتهای دیگهی که در مورد فیلم لازمه گذاشتیم. بعد گفتیم فیلم میتونه از جنس کارتونی باشه یا مثلا فیلم مدلای دیگهی داشته باشه که اینا همه یک نوع فیلم هن. نیچر فیلم یا کارتون یک نوع فیلم هن. اینا ارث بردن از این که خود اینا مثلا این کارتون مثلا ویژگی داره به اسم انیمیتورش کیه که برای این فیلم مثلا این ویژگی ما نداریم، این خاص کارتونه. یا برای نیچر فیلم برای لوکیشن یه ویژگیه که فقط برای این معنی داره. و بعد اینجا موجودیتی به اسم مووی اکتور داریم که مثلا هنرپیشه فیلمه، عکسشو داریم که میتونه چند تا عکس داشته باشه، به خاطر این دوتا بیزی تو در دو گذاشتیم، چند مقداریه، مثل مدرک دانشگاهی که چند مقداری بود، عکس یه شخص هم چند مقداریه، تاریخ تولد داره، نام داره که اینا میتونن کلید باشن، رابطه ای که داره مثلا این هنرپیشه صداش روی مثلا وایسی داره و ارتباطی که با این کارتون داره وایسه، که این صفتی هم که این ارتباط داره اسمش نقشه. و اینجا این ایز آه رو میخواستم بگم براتون توی این شکل. تستی اومده مهندسی کامپیوتر دولتی 84، رابطه ایز آیا ارسپری در نمودار ER0 رو چگونه میشه در مدل رابطه‌ای پیاده سازی کرد؟ یعنی ما رابطه‌ای داریم که میگه که کارمند میتونه ساعتی باشه یا کنتراکتی باشه، این دوتا کارمند ارث بردن از اینو کارمند. حالا میگه رابطه ایز آ در مدل رابطه‌ای قابل پیاده سازی نیست. چرا نیست؟ پس همه ویژگی‌های EMPO در این دو نوع کارمند کپی میکنیم. بله حتما این کار رو باید بکنیم، یعنی تمام صفت هایی که کارمند داره مثل نام و فامیلی و شماره کارمندی اینا هم توی این کپی میشه هم توی این، یعنی همهش وقتی این دوتا از این ارث میبرن یعنی همه چیزایی که این داره رو اینم داره. کلید اصلی این پدره در این دوتا به عنوان کلید اصلی و کلید خارجی مجددا باید تعریف شه. اینم درسته، یعنی جواب گزینه 4، یعنی ما باید کلید اصلی این که وجود داره در این و این به عنوان کلید اصلی و کلید خارجی مجددا تعریف بشه. جواب گزینه 4 خواهد بود. تستایی که در رابطه با نمودار ER اومده خب یه مقدار کمه و ما این فصل رو خیلی سریع مرور کردیم که اگرم باز تستی باشه با توجه به این مرور بتونی تستاشو پاسخ بدی. مبحث ساده ایه اما خب مفصل تر من در مجموعه کاملی که برای فرادرس تهیه کردم به این مطالب پرداختم. خسته نباشید. خدا نگهدار.